به غیر از مهارت تحصیلی، علاوه شخصیتی و رفتاری باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ یک ریل استیت ایجنت. عرضم به حضور شما، میتونم بگم تو سیلز الان دو تا داستانه. اول اینکه خب ریل استیت سیلز بیزینسه. من مثلا بچه‌ای که میخوام بیان تو تیمم یا با بعضی بچه‌ها صحبت میکنم، بعضی میگم ما چون آرشیتکت بودیم یا عمران بودیم میخوام بیام ریل استیت، میگم اصلا ربطی نداره آیا تو سیلز بودی یا نه. تو اگر تو سیلز بیزینس، خب اون واقعا پیپل بیزینس دیگه، باید بتونی با مردم خوب باشی، بتونی با مردم راحت باشی، صادق باشی که بهت اطمینان کنن. تو ریال استیت شاید بخوام اسپسیفیکی صحبت بکنیم، صبر زیادی میخواد، چون بعضی دوستان وارد میشن یه پروسه برای اینکه اچیوه که یک شخص به آدم اطمینان بکنه که خرید یا فروشی ملکش رو به شما بده، خب اون زمان بره، اون زمان میبره که بعد خونه فروش بره یا خریداری بشه و بعد تا این پروسه به انجام برسه 100% زمان بریه. اولین خصیصه برای هم صبور آدم باید باشه. بله درست میفهمید. حالا به غیر از صبور بودن که مهارت خیلی بزرگ و با اهمیتی هست، در کارتون چه مشکلات دیگه ای هست که اون با اونها باید خلاصه اونها رو باید هندل بکنید؟ هر کار خوب مشکلات خودش رو داره، یعنی نیستش که ریال استیت همه کاری مورد، یعنی بکر دوستان خیلی وقت پیش خسته بودن شما قور میزدن، حالا اصلا فیلدش یه چیز دیگه هستش، میگفت همین پول در آوردن سخته، واقعا پول در آوردن سخته. هر بیزینسی مشکلات خودش رو داره و بگم تو ریال استیت اگر بخوام صحبت بکنم، به غیر از صبر با آدم های مختلفی شما داری سر کردن میزنید، به قول معروف هر روز یک تیپ آدم مختلفیه و انتظارهای مختلف، و این خب بعضی وقتا اون انتظار فرد مقابلت رو بتونی برآورده بکنی یکم خب بعضی وقتا سخته، بعضی ها خیلی آسون بگیرن، بعضی ها کم سخت میگیرن، بعضی ها تندن، بعضی ها خوشروهن، بعضی ها بدروهن، این هم یکی از چلنج هاشه و بتونی با این آدم ها کنار بیایی و با هم دوست باشین و بمجرد.